ورود ما به کاخ نیاوران این بود که این دمه در دو تا تانک بود اینجا تا اونجا رفته بود تا اون جلو و عکس شاه روی این تانک ها زده شده بود. ما یکی از بچه های نیاوران به نام آقای اکبر پشکویی که الان شهید شدن ایشون اومدیم عکس امام رو زدیم رو عکس شاه و این گارد جاویدان هم این بالا روی تیربار و روی تانک ها بودن. بعد ما بودیم اینا حتما تیراندازی میکنن طرف ما، ولی خب بالاخره اینا تیراندازی نکردن و انقلاب پیروز شد که ما دیگه خودمونم اومدیم همون 22 بهمن 57 رو همین دیواری که الان شما میبینید روی این دفتر گارد جاویدانه اونجا مستقر شدیم. یه تیرواری بودش که ما مستقر شدیم روی این تیروار نشستیم با دو سه تا بچهای نیاوران و گارد جاویدانی ها اومدن دم در و اینا ترسیده بودن میگفتن کمونیست ها گرفتن. گفتیم بابا کمونیستی نیم، ماها همه طرفدارای حضرت امام خمینی هستیم. بعد اینا میترسیدن، لباس های شخصی برایشون جور کردیم، تنشون کردیم، اینا با لباس شخصی از اینجا خارج شدن و ما مستقر شدیم دیگه داخل کاخ نیاوران. این شروع کار ما 22 بهمن 57 اول 22 بهمن 57 که این کاخ رو فتح میکنیم کل بچه های نیاوران حدود 100-150 نفر به عنوان پاسدار وارد کاخ نیاوران میشیم به سرپرستی حاج آقای مصطفوی که روحانی محلمون بود. حضرت آیت الله مصطفوی روحانی محلمون بود که اینجا رو ما مستقر میشیم که بچه های نیرو هوایی رو با اجازه امام که حاج آقای مصطفوی از آقای مهدوی کنی اجازه میگیرن، بچه های نیرو هوایی هم میان به کمک ما باشن که شاید بعضی بچه ها مثلا مسلح بلد نباشن یا سربازی نرفته باشن بلد نباشن، بچه های نیرو هوایی اومدن کمک ما کردن. سازمان مجاهدین خلق که همون منافقین میگن اینا هم اومدن که اینجا رو بگیرن، ما اجازه بهشون ندادیم که تیراندازی هم شد و که در همینجا هم ورودی ها چند جای تیر اونا هستش که اونا میخواستن اینجا رو بگیرن، ما اجازه ندادیم که گروه های خاصی غیر از بچه های نیاوران و تعدادی از بچه های نیرو هوایی به ما کمک کنم. ما تا سال 62 که اینجا دست خود حاج آقا مصطفوی و ما بچه هایی که به عنوان پاسدار بودیم داخل مجموعه نیاوران که فعالیت میکردیم تا هیئت های 7 نفره بیان و صورت برداری اجزاس بشه و اینا، تا سال 62 دست همین بچه های خود نیاوران بود به عنوان پاسدارهای محلی. بعد به خدمتتون عرض کنم که تا سال 65 که دیگه برای موزه اینجا آماده میشه یه چند سالی طول میکشه تا هیئت 7 نفره میان این اموالی که اینجا وجود داره رو صورت برداری انجام میدن که بتونن بعدها تحویل جمعدار بدن. از سال 62 که وزارت ارشاد میاد که نصفی از کاخ و تقریبا قسمت صاحب قرانیه اون طرف رو تحویل میگیرن که از اونجا به ما که تعدادی پاسدار اینجا بودیم میگن که شماها اون افرادی که دوست دارن با وزارت ارشاد همکاری کنن به عنوان حالا مراقب و یا مثلا حراست و یا حفاظت بیان با ما همکاری کنین که ما یه حدود 10-15 تا از بچه هایی که به عنوان پاسدار محلی بودیم وای میستیم که دیگه با وزارت ارشاد شروع میکنیم. از اون تاریخ ما همکاری کردن با وزارت ارشاد که شروع به کار میکنیم. قبل از اینم که ما اینجا یه مقدار وسائلی که تحویل داده شد مقداری طلا و اینا بودش که تحویل بانک مرکزی شد، حالا تعداد 500 یا 600 کیلو طلا تحویل بانک مرکزی شد که در زمان جنگ بود که این پشتیبانی ارز مملکت باشه. تقریبا یه مقدار فرش بود که تحویل بنیاد و موزه فرش شد که اینا بتونن نگهداری کنن اینو، چون اینجا ما برای نگهداری فرش‌های نفیس که نمیتونستن اون اول انقلاب بحث مرمت آثار و اینا هنوز به اون صورت جا نیفتاد. الان الحمدلله وضعیت بهتره که برای مرمت آثار و اینا همه فعالیت داره انجام میشه، اون اول انقلاب نبود، این صحبت ها نبود. که تا سال 65 که دیگه یواش یواش موزه کاخ اصلی دیگه برای عموم باز میشه که مردم بیان و بتونن برای بازدید کاخ ها و اینا. ما این کاخ نیاوران و صاحب قرانیه و کاخ احمدشاه
تا جایی که امکان داشت هیچ دست نخورده. ما به عنوان حراست و حفاظت شروع به کار کردیم داخل مجموعه نیاوران که دیگه از اون موقع شروع کردن برای کاخ مدیرهایی تعیین کردن که خدا رحمت کنه یه نفر به نام آقای نیاورانی بودن که ایشون جزء وزارت ارشاد بودن، یعنی وزارت فرهنگ و هنر زمان قدیم که کارمند اونا بودن ولی بچه نیاوران بودن. حاج آقا مصاحبی هم بهشون اطمینان داشتن که ایشون هم مرد فاضلی بودن، گفتن که خب حالا که شما میخوان مدیر برای این کاخ منصوب کنین، آقای نیاورانی رو به عنوان مدیر کاخ نیاوران از طرف وزارت ارشاد منصوب کرده. این اولین مدیری بودی که به صورت کامل ایشون شد مدیر کاخ نیاوران که شروع به فعالیت کردن، که بعد اون هیئت‌های 7 نفره اومدن که اجناسی که داخل کاخ هست دونه 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 همه صورت برداری بشه که مشخص بشه این اموال، چون صورت برداری نداشت این اموال دیگه، اینا رو همه رو به عنوان صورت برداری کردن که الان داخل کاخ اصلی چیه، کاخ صاحب قرانیه چه چیزایی، تابلوها، اون چیزایی که وسایلی که وجود داره، کاخ احمد شاه، تمام اینا صورت برداری کامل میشه که تا اینکه کاخ باز میشه دیگه، شروع میشه فعالیت کردن و مردم بیان برای دیدن کاخ. سال 65 شروع میشه کاخ نیاوران برای بازدید عموم باز میشه. 30-35 تا مدیر تقریبا تا امروز من دیدم که اینا اومدن فعالیت کردن که بالاخره همشون فعالیت‌های خاص خودشونو داشتن. برای موزه فضای موزه درست کردن مشکلات خاصی وجود داره، چون اینجا برای زندگی خودشون بود، تا بیاد بخواد اینجا موزه بشه خب خیلی مدیر باید فعالیت داشته باشن. اینا اینجا همون کاخ احمدشاه قاجار هست که پسر شاه اینجا آقای ولیعت اینجا زندگی میکردن، که خدمتون عرض کردم که حاج آقای خدیو برنامه بودن که کلید اینجا رو دستشون بود که کارهای همون ولیعت رو انجام میداد، که کلید و تحویل حاج آقای مصطفی داد روحانی محلمون، که ما اومدیم داخل اینجا که دیگه اینجا هم اموالش همه حفظ شد. ملا ابو تراب شاه حسینی پدر جد ما، ایشون مجتهد بودن و دکتر بودن. ناصرالدین شاه قاجار ایشونو دستور میداد که بیان اتو نیاورون ایشونو بیارن اینجا تا ایشونو تواوت بکنه. این کاخ صاحب قرانیه مربوط به ناصرالدین شاه قاجار از اون زمان که ایشون درست کرده، که بعد انقلاب که در زمان خود پهلوی اول که استفاده های دیگه میشد، پهلوی دوم اینجا رو به عنوان دفتر کارش استفاده میکرد، که ممر رضا شاه اینجا رو دفتر کارش بود، که یکی از کاخهای قدیمی که الان در حال مرمته. اول انقلاب بود که یه بمبی گذاشته بودن داخل یه مینیبوسی جلوی همین کیوسکی که الان طرف خیابون شهید باهنر که میرن، یه بمبی گذاشته بودن منافقین گذاشته بودن، که این وقتی ترکید ما همینجا داشتیم صورت برداری جنسا رو انجام میدادیم هم تو صاحب قرانیه، که این درهای این صاحب قرانیه همه کنده شد، همه کنده شد افتاد این، و چون چوبی قدیمی بود اینا درها کنده شد از شدت اون بمب بیرون، که دو نفر هم شهید شدن اونجا، رهگذرا که رد میشدن بمب گذاشتن اونجا شهید شدن، که این صاحب قرانیه هم این درش کنده شد، کاخ اصلی هم اون شیشه های بالاش همه ریخت. خیلی زحمت کشیده شده اینجا و خدا رحمت کنه علی حاتمی هم چند تا فیلمشو اینجا اومد، که همون اوائل انقلاب بود که اومدن فیلمایی که گرفتن از صاحب قرانیه از اینجا گرفتن، و برای مرمت اینجا هم از مدیرهای تقریبا دیگه مثلا یه 7-8 سال که گذشت از انقلاب شروع کردن اینجا رو حفظ کردن، ولی خب ساختمون قدیمیه، مدیرهای دیگه هر کی اومد راجع به صاحب قرانیه زحمت خودشو کشید که راجع که بتونن این آینه کاری ها و این داخلش اون تابلوهایی که داره وسایل خیلی داخل صاحب قرانیه هست که تمام اینا حفظ بشه. بله مدیرها اینجا واقعا هر کی که اومد به چیز خودش و اندازه خودش زحمت کشید اینجا. اینجا هم که دارین میبینید که کاخ نیاورانه، خود کاخ نیاوران که اموالش الحمدلله اینجا دست نخورده هستش، فقط همون که ما از قول اون
بچهای باغبان و اون خدماتی هایی که داخل کاخ اصلی بودن خبر داریم که 300 تا چمدون وسایل مختلف، حالا وسایل شما نمیدونیم، فقط میدونیم که وسایلی که داخلش گذاشته بودن خدمه شاه و فره بردن پشت کاخ اصلی نیاوران. زمین فوتباله، زمین فوتبالی که ولیعت با دوستاش و اینا ورزش میکردن، اینجا هلیکوپتر میامد میشست. این 300 تا چمدون رو بردن فرودگاه و از اونجا بردن خارج که میخواستن همراه خودشون باشه. تابلو شاه و فره رو شما بری الان فیلمشو بگیری متوجه میشی تمام اینا رو دست نخ برده، یه فرشیه، تمام شاه ها هستن تا احمد شاه، تمام اینا رو هیچ نذاشتن دست بهش بخوره، یه وقت خدای نکره بزنن اینا رو داغون کنن. اینا میراث فرهنگی میمونه، باید اینا حفظ بشه. اینا رو همه رو حفظش کردیم. فقط یه خاطره هم که ما داریم، این تخت شاه، من دوست داشتم برم رو تخت شاه بخوابم ببینم که قد من بلندتر یا قد شاه. بعد رفتم خوابیدم، یه گوشه الان شما بریم فیلمشو بگیریم مشخصه. بعد من خوابیدم و دیدم که قد من یه 3-4-5 سانتی مثل که بلندتره، من 1.84 بودم. بعد خواستم اینو، بعد دیدم زیر بالشتش یه لحظه دیدم یه دونه کلت انقدی کل، اینا بهش میگن شاهکش، و یه همچی چیزی زیر بالشتش بود که طلا بود، که اینو من تحویل حاج آقا مصعبی که همون روحانی محلمون بود که گفتم یه همچی چیزی هم زیر بالش هستش که تحویل ایشون دادیم. و از سال 93 که چند سالم با ما تمدید کردن دیگه، برای بازنشستگی سال به سال تمدید کردن که ما رو نگه دارن. دیگه سال 93 بازنشستگیمون که اعلام شد و حکم بازنشستگی دادن و از ما تقدیر کردن و میراث فرهنگی، و بعد از اون موقع ما فعالیت داریم. اینا بخشای خصوصی داشتن، از ما استفاده کردن، بالاخره هر زمانی که نیاز بود که مثلا ما بیام براشون کاری انجام باشه اینا، ما در خدمت میراث فرهنگی تا زنده هستم هستم.